اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. قال فاهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین. قال انبئنی الی یوم یبعثون. قال انک من المنذرین. جریان مأمور شدن فرشته ها کار آسانی نیست. شاید پیچیدگی مأمور بودن فرشته ها زمینه امر بر تمثیل و فراهم کرده باشد، ولی جریان مأمور شدن شیطان دشوار نیست، برای که شیطان از جن است و جن مکلف است مثل انسان، مسلمان و کافر دارد، مطیع و عاصی دارد، بهشت و جهنم دارند و ماننده. و چون جن قبل از این خلق شدن لابد مکلف بودند و وحی نبوت و شریعتی داشتند، و خود ابلیس هم که قبل از انسان خلق شده بود و به عبادت مشغول بود مکلف بود، دستوراتی داشت. چون قبل از آدم سلام الله علیه طبق بعضی از نقل‌ها انسان‌های فراوانی بودند و هر جا انسانیت هست تکلیف هست وحی هست شریعت هست، منتها همه اونها منقرض شدند و نسل کنونی بشر به آدم و حوا سلام الله علیه ما منتهی می‌شود. بنابراین تبیین اینکه شیطان قبل از آفرینش انسان مکلف بود یا نه خیلی دشوار نیست. عبادت های او بر اساس تکلیف بود، این هم خیلی دشوار نیست. عبادت های فرشته هاست که توجیه طلب میکند. عبادت شیطان قابل توجیه هست کاملا، چون مکلف است و میتواند وحی و شریعتی به وسیله پیامبر مناسب با اونها یا نه پیامبری از این به اونها ابلاغ شده باشد. مطلب بعدی آن است که گرچه ابلیس از جن است، چون در قرآن فرمود و کان من الجن، لکن اگر استثناء از ملائکه باشد این استثناء منقطع است، ولی استثناء از مأمورین به سجده است نه از خصوص ملائکه. بیان ذالک این است که اینجا دو مطلب است. یکی تعبیر از مأمورها به ملائکه است که خدا فرمود از قلنا للملائکه اسجدوا. در این مطلب اول بر اساس تقلید شیطان هم جزء مأمورها قرار گرفت و بر اساس تقلید امر هم شامل حال او شد، پس او شده مأمور، مأمور به سجده. مطلب دوم آن است که حالا که او مأمور به سجده است با اون امر اولی، این استثنای الا شیطان که از مأمورین به سجده است، این دیگه استثنا متصل است که منقطع. اگر در مطلب اول بر اساس تقلید وقتی گفته شد از قلنا للملائکه اسجدوا، یعنی ما هم به ملائکه گفتیم هم به ابلیس گفتیم سجده کنید، پس ابلیس جزء مأمورین به سجده است. در مطلب بعدی که از مأمورین به سجده همگان سجده کردند الا ابلیس، این دیگه استثناء متصل است نه منقطع. تو اونجا عنوان ملائکه عنوان مشیر است. وقتی منظور از ملائکه امن از ملک به ابلیس بود بر اساس تقلید، پس مأموران به سجده امن از ملائکه به ابلیس هست. اونگاه فرمود همه مأموران به سجده سجده کردن الا ابلیس، که دیگه این عنوان عبره است. فسجدوا یعنی مأموران به سجده سجده کردن، فقط ابلیس سجده نکرده. روی این عنایت که مطلب دوم را از مطلب اول جدا بکنیم، دیگه نیست استثناء منقطع، نیست استثناء متصل است. در مطلب اول بر اساس تقلید ملائکه بر هر دو گروه اطلاق شده است، یعنی هم بر فرشتگان هم بر ابلیس، پس ابلیس مأمور به سجده شد.
اونگاه مأموران به سجده همگان سجده کردن، مگر یکی از اون مأمورها که ابلیس باشه. روی این تحلیل این استثنا میشه متصف. مطلب سوم آن است که گرچه این سؤال و جواب اعتراض و پاسخ و مانند آن ظاهرش این است که بلاواسطه است، اما در قرآن کریم خیلی از خطاب هاست که خداوند به انسان ها یا به غیر انسان خطاب میکنند در حالی که معلواسطه است. مثلا خدا در قرآن گاهی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید به مؤمنین بگو، گاهی مستقیما به ما فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للسلام یوم الجمعه فاسعوا. این یا ایها الذین آمنوا گرچه مستقیما خطاب خدا به ما مؤمنین است، اما این خطاب به توسط پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است، این چیزی نیست که بلاواسطه باشه. در موارد دیگر هم این چنین است که ظاهر خطاب بلاواسطه است ولی باطنش بلاواسطه است. این جاهایی که خدا فرمود ما به شیطان گفتیم چرا سجده نکردی، او در جواب اعتراض تکبر آمیز داشت، معنیش این که این گفتگوها بلاواسطه انجام شد، چون گرچه خداوند مع کل شیء اسرا و مقارنه، لیکن شیطان اون قابلیت را ندارد که مخاطب بلاواسطه خدا قرار بگیرد و متکلم باشد بلاواسطه با ذات اقدسه را سخن بگوید. برای اینکه لیاقت شیطان اون حدی نیست که بلاواسطه با ذات اقدسه را سخن بگوید. این کسی که مطرود است درجه نازل دارد، حابط است، چگونه با کسی که در اوج عظمت است بلاواسطه سخن میگوید؟ به هر وسیله است باید بلاواسطه باشد، برای اینکه شیطان اون قابلیت را ندارد که بلاواسطه با خدا سخن بگوید، بلاواسطه سخن خدا را بشنود. مطلب چهارم آن است که ذات اقدس اله جریان امر به سجده ملائکه، به سجود ملائکه و ترک سجده ابلیس را در چند سوره ذکر کرده. گاهی به همین اصل مطلب اکتفا کرد که ما به ملائکه گفتیم سجده کنید، بر اساس تقلید همگان سجده کردند و ابلیس سجده نکرده. دیگه سوال جواب مطرح نیست، سوال توبیخی و اعتراضی که خدا به ابلیس به همان چرا سجده نکردی، او بگوید من از او برترم و بر او فخر دارم و مانندم. در بعضی از سور نظیر همین سوره اعراف، سوره حج، سوره سار این سوال جواب ها مطرح است. در سور دیگر این چنین نیست، یا اصلا به این سوال جواب اشاره نشده یا خیلی اجمال اشاره شده. مثلا دستور مبارکه اسراء به این صورت دید شده است. در سوره حج و صاد با نقل سوال جواب دید شده، اما در سوره اسراء آیه 61 این است: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. دیگه ندارد خدا به ابلیس فرمود چرا سجده نکردی، او پاسخ داده باشد، لیکن به طور اجمال و اشاره سخن ابلیس را نقل می‌کند که قال اسجدوا لمن خلقت طینا. این به طور اجمال اشاره است به اینکه سؤال جوابی در صد واقع شده. به ابلیس گفته شد چرا سجده نکردی، این از جواب گفته این که من برای طین سجده نمی‌کنم. لیکن این اجمال در سوره مبارکه کهف و طه هم نیامده. در سوره کهف به اصل مسئله اشاره شده است، اون اینه که ذات اقدس اله در آیه 50 سوره کهف میتواند به از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. اما دیگه ندارد ما از ابلیس توضیح خواستیم که چرا سجده نکردی، ابلیس گفت که خلقتنی من نار و خلقته من طین و ماننده. اصل جریان یک شده بدون اون تتمه. در سوره مبارکه طه هم این چنین است، آیه 116 طه این است: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا.
دیگه ندارد بعد از ابا خداوند از او توضیح خواسته، او در حقیقت استقبال کرده به ماننده سخنان شیطان هم معلومات دست. مثلا سخنانی که ذات اقدس اله به کفار میگوید وسیله پیغمبر، اونها مستقیما به خود پیغمبر پاسخ میدن، منتها قرآن نقل نمی کند که اونها در جواب پیغمبر به پیغمبر اینجوری گفتن. در قرآن میگوید که اونها اینجوری گفتن، یعنی اونها به پیغمبر گفتن نه به خدا گفتن. کفار مستقیما با خدا گفتگو ندارن، که مستقیما به خود پیغمبر اعتراض میکنه. خب در سوره مبارکه هجر همین جریان آمده است، نظیر سوره اعراف که محل بحث است، با گفتگویی که توبیخ‌آمیز است. آیه 28 و بعد سوره هجر این است که از قال ربکم للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ابا یکون مع الساجدین قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. این سوال جواب آمده، چون که همین سوال جواب به صورت مبسوط در بخشهای پایانی سوره مبارکه صاد هم آمده است. آیه 73 به بعد سوره مبارکه صاد این است که فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر. مثل بعدی آن است که این لم یکن من الساجدین غیر از لم یکن مع الساجدین. گاهی انسان به ذهنش میاد که خب حالا شیطان با ملائکه سجده نکرده، خلاصه به جماعت سجده نکرده، اما فرادا سجده کرده است یا نه؟ این لم یکن من الساجدین اون فراداش هم نفی میکنه، چون که این سوال جوابی که در سوره مبارکه اعراف و مانند آن است اون فراداش هم نفی میکنه. بعد این که ما منعک ان تسجد از امرتک قال انا خیر منه، خب این اصل سجده را نفی میکند، چه مع الساجدین چه من الساجدین، چه به جماعت چه به فرادی. لذا در قرآن یک جا مع الساجدین داره یک جا من الساجدین، تا خیال نشود که او حالا مع الساجدین سجده نکرده فرادا سجده کرده، نه او نه جماعتا سجده کرده است نه فرادا. این که به عکس دلالت میکنه، چون الملائکه جای محل وعده سلام است، جز تأکید هم داره فسجد الملائکه کلهم اجمعون. ما اثبات بکنیم که یه عنوان عالینن و مأمور به سجده نیستن این محال نیست، ولی خب دلیل معتبر طلب میکنه. مطلب پنجم آن است که انسان تشنه این جریان ها. ببینید شما مثلا مسائل عادی که قرآن کریم بحث میشود اینقدر سوال جواب نمیاد، اینقدر نوشته نمیاد، اما اینجا این نوشته زیاده، برای اینکه انسان بالاخره میفهمه چی شده این جریان. همونطوری که همه ماها در این گونه از وقایع تشنیم بریم بالاخره قضیه کجا خواهد شد، همه کسانی که در مشهد و مکتب قرآن کریمن این چنینه. لذا این قاله قاله به عنوان جواب سوال مقدر است. مثلا وقتی گفته شد فسجد الا ابلیس لم یکن من الساجدین، ذهن مخاطبین میرد بگه خب چرا سجده نکرده، چی جور شد سجده نکرده. اومد خدا فرمود قال ما منعک، این نقل سؤال و جواب در حقیقت پاسخ دادن به اون سؤال مقدر مخاطبان است. یعنی اینکه این سؤال بکنه تتمه جریان چی بود، تتمهش اینه که خدا از ابلیس سؤال توبیخی کرد که چرا سجده نکرده، او همچنین پاسخی داد. غالب این نقل ها تقریبا می تواند جواب سؤال مقدر باشد، انسان بالاخره بفهمد قضیه به کجا خواهد رسید. مطلب ششم آن است که این شیطنت در درون انسان هایی است که خود را در مقابل قرآن قرار بدن معاذ الله، یا در مقابل اخلاص قرار بدن معاذ الله.
اینه که کسی میدونه از ظاهر قرآن این است اما میگه من نظرم اینه، یا بر او مسلم شده است که اطرف میتونی تر بودن میگه من نظرم اینه، این یا قال عقولی کردن با کلام خداست یا قال عقولی کردن با خلیفه خداست، فرقی نمی کنه. در برابر قاله قرآن یه عقولی گفتن، در برابر قاله اطرف یه قلتو گفتن، این همون شیطنت. میبینید متاسفانه در بعض از تفاسیر اهل سنت همینجور نقل شد. آلوسی در تفسیرش نقل میکند مولد صاحب حلیت الاولیاء ابو نعیم و دیلمی این دو بزرگوار از جعفر ابن محمد ان ابیه ان جده رضی الله عنهم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون روش اونها در نقل همین است دیگه، یه علیه السلام چه نمیگن. وجود مبارک امام طالب سلام الله علیه از ایجاد کرامش و گرامیش از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نام کرد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اول من قاس امر دین به رعیه ابلیس. بعد آلوسی میگوید وال جعفر، این وجود مبارک امام طالب سلام الله علیه وسلم من قاس امر دین به رعیه قرنه الله مع ابلیس و اجیبه، همون روح هست، همون روحی هست. جعفر ابن محمد مقد ما میدونیم، او اینجور مقد ما میدونیم. اگر کسی بگوید هست اونا کتاب الله، محصولش همین در میاد. مثلا بگوید جعفر ابن محمد اینجور حرف میزند و عجیبه، چیو جرأت میکنه. او اینجور گفت، اینجور جواب داده شد. این خطرش به اینجا همون داده شدید. خب، حالا در برابر قرآن به استراحه اینطور نگفتن، در برابر احساسی که معل قرآن است همینطور گفتن. بازگشتش به اینه که مثلا میگن قرآن اینطور گفته و عجیبه، روح قضیه به این برمیده. اگر پذیرفتن به این که اعتراض معل قرآن است پرده زیلانه میشن، حرفاشون یکیه. اگر قرآن لایتیه الباطل من بین یده روح را مفعده، جعفر ابن محمد علیه السلام هم هر بیش لایتیه الباطل من بین یده روح را مفعده. دیگه نمیشه که قال جعفر ابن محمد به وجیده، قال عقوبو، قال غلطو. به هر تقدیر، مطلب هفتم آن است که همین آلوسی به جای اینکه بگوید اولین خطری که دامنگیره بشریت یا متفکران حوزه‌های اسلامی شد قیافت، میگوید به شیطان لعین اول من اخدس بنیان تبور اختر القول حسن القدر لیه، چون خودشون بر اساس تفکر اشعری منکر حسن القدر عقلی هست و امامیه و معتزله قائل به حسن القدر عقلی هست و اینها حرف را باطل میدانند. میگن عقل در ادراک حسن و قبع سهمی ندارد. میگن اول کسی که قول به حسن و قبع عقلی را اختراع کرده شیطانه، برای اینکه آمده گفته چی بالاتر از چی و بالا نباید برای پایین سجده کند، این را به استناد عقل گفته. غافل از اینکه اصل حسن و قبع را ذات اقدس الهی امضا کرده، منتها در صغرا خطش کرده. عقل میگوید اون چرا که ذات اقدس اله امر کرده است که انسان به او عالم نیست، حسن در اینه که حرف خدا را گوش بده. و قیاس باطل و بیجای شیطان در این است که گفته من از او بالاترم، برای اینکه آتش از خاک بالاتره. اولا صغرن ممنوع است و ثانیا کبرن قیاس است. حالا آتش از خاک بالاتر به چه دلیل؟ تو از او بالاتری. عظمت انسان به همون روح اوست که تو ندیدی او را. خب، بنابراین اول کسی که حسن و قبع عقلی را اختراع کرد شیطان نیست. مطلب هشتم آن است که اینی که ذات اقدس اله فرمود فحدث منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، این هبوط با ذلت همراه است. یا برای آنکه در معنای حبوط ذلت مأخوذ است یا نه در خصوص مقام با ذلت همراه است. شاید در معنای حبوط ذلت مأخوذ نباشد، البته حبوط این معنا را می رساند، کسی از جای بلند
به جای پست و نازل بیاد، از بالا به پایین آمدن حبوده. یه وقتی انسان از مکان بالا به مکان پایین میآید، از اتاق بالا به اتاق پایین میآید، از پشت بام به اتاق میآید، یا از نزدیکای تف به تف میآید. یه بناییست، یه معماریست، در از تف را مرمت میکند، بعد که کارش تموم شد با کمک نردبان پایین میآید. این یه حبوط مکانیست، نه مکانت. در اون ذلت عقل نشده، در حقیقت حبوط ذلت عقل نشده. برای اینکه مثلا موسی کریم سلام الله علیه به همراهانش نمود فهبتو مصرن فن لکم ما سأل. در حقیقت حبوط همین که انسان از جای بلندی به جای پستی بیاید همین کافی. حالا خواب با ذلت باشد که حبوط مکانت است، یا از ذلت نباشد که حبوط مکانی. اما در خصوص مقام با ذلت همراه است، به دلیل اینکه فرمود فخر انک من الصاغری. یه وقت تغاره است، یعنی تغیره. یه وقت بگن فلون شخص کوچک است که اینجا معنی قصره رو دارد، یا فلون حفظ صغیر است. یه وقت اصلا صاغر است، یه اتون از جزیت انجدن و هم صاغرو، که این با ذلت همراه است. تغار همون ذلت درونی. اینجا که فرمود فخر از اینکه من از صاغرین، معلوم شد این حبوط مکانت هست، تنها حبوط مکان نیست. و سرش آن است که در نصوص فراوانی به نقل طریقین آمده است که من تواضع لله رفعه الله، من تکبر فزعه الله. ای کسی لله تواضع بکند، خداوند او را بلند میکند، و اگر کسی تکبر بکند، خداوند او را نازل و ثابت میکند. ای کسی تواضع بکند، چون انسان بزرگواری تابع امر خدا، قربت الله دارد این کار میکند، پس حقیقت او یه انسان رفیعی است، چون این کار رو قربت الله انجام داده. وقتی تقربا الله انجام داده میشه نزدیک خدا، و چون خدا کمال محض است، این شیئی که متقرب الله شد میشه کامل، پس بلنده. وقتی حقیقت تواضع و رفعت بود، اونگاه ذات اقدس الهی چنین انسانی را بلند میکنه. که بالاترین نمونش و رفعنا لک ذکراست دین مارگ پیغمبر مسیح صلی الله علیه. در مقابلش من تکبر وضعه الله، ای کسی خود را برتر داند. انسان متکبر که خود را برتر می داند، این مطابق با واقع نیست. وقتی مطابق با واقع نشد، واقعش می شود ذلت، او پست است. چون ممکن نیست که هم تکبر دروغ باشد، هم اون فرومایگی او. اگر کسی ادعای برتری کرد به این ادعای او کاذب بود، پس پست است. یه ممکن نیست که نه رفی باشد نه وزی، نه عالی باشد نه دانی. اگر ادعای علو او کاذب است، پس نمشون عالی نیست. پس عالی نبود میشه دانی. پس هر تکبری چون دعوای اینجا یک فرومایگی حقیقی و راستین را در درون خود دارد، و این معنا در قیامت ظهور می کند، برای که قیامت ظرف ظهور حقائق است. لذا وقتی قرآن کریم جزای مستکبر و متکبر را بیان می کند، گذشته از مسئله سوخت سوز بدنی، می فرماید که برای اینها عذاب و خون است. خون یعنی خاری. چرا؟ برای اینکه آدم متکبر عزیز بی جهت بود، که هر وقت او را سفارش به تقوا می کردن اجابه الله در اجلا اخذت خود عزتو بالعز. او با معصیت می خواست عزیز باشد، یعنی عزیز بی جهت. اگر عزتش دروغ است، ذلتش راست است. یه ممکن نیست هم عزتش کاذب باشد هم ذلتش کاذب. کسانی که عزیز بی جهتن عزتشون کاذب است، ذلتشون یقینا ثابت است. این مقدره. قیامت هم ظرف ظهور صدق و حق است. این دو مقدره. ذلت اینها در قیامت ظاهر می شود. این نتیجه
نزفت برده عذاب خونت، عذاب مهینت، مهینت و مانه. این ذلت و رسوایی و خاری برای آن است که درون هر تکبری یک خون و وهم راستی دارد. شیطان که متکبر بود، این رفعتش و خیر بودنش دروغ و باطل است. در درون این که یک صدقی نهفته است و اون سقار است، قبول امتی من از ساغری و ساغر که در منزلت عالی جان داره. خب مطلب دهم آن است که جریان سجده به خلیفت الله و مسجود شدن انسان به قدری اهمیت دارد که ذات اقدس الله ظاهرا دو بار از این قضیه حکایت کرده، یکی قبل از خلقت، یکی بعد از خلقت. قبل از خلقت به فرشتگان فرمود اینی خالق بشرا من طین که اذا سویت او و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این قبل از آفرینش آدم فرمود من تصمیمم اینه، میخوام خلیفه بیافرینم که بدنش از طین و جانش به من اعتراف دارد. این اضافه تشریفی اینی جاعل فی الارض خلیفه و نحوه اون آفرینشش هم این است که اینی خالق بشرا من طین فیضا سردیت و نفختی فیه منجوهی فتعو رو سازده. این رو قبل از آفرینش کرده فبود من میخواهم بشری رو بدنش رو از تین و روحش رو که به من اضافه داره تأمین بکنم. وقتی او رو تأمین کردم، بدنش رو از تین و روح او رو خودم اضافه کردم و نفت کردم، شما وقت نجده کنید. حالا بشر رو آفرین اونگاه درست از قلال الملائکه سوری را آدم. این از قلنا للملائکه اسجد لآدم بعد از آفرینش آدم است. اون اینی خالق بشرا من طین که اذا سویت و نفخت فیه من روحی قبل از آفرینش آدم است. این بر اساس اهمیت مسئله خلافت است، مسجود بودن است و بدون سجده است و مانند. خب یه امر مهمی که ذات اقدس اله قبل از پیدایش او مقدمه را ذکر میکند، بعدم خودش ذکر میکند و در آفرینش بدن او و در آفرینش روح او افتخارات فراوانی رو به کار میبرد، در تمام این صحنه ها این عدو الله متکبر مستکبر حاضر و ظاهر است. میداند که بدنش از چیه، روحش از چیه، همه رو میفهمد. به دلیل اینکه در اون جریان گفت من که من همه را فریب میدم الا عبادت که من همون مخلصیم من میشه میفهم اخلاص یعنی که معلوم میشه یه عبد مخلص هم اونها هم خوب میشنسه. خب این خیلی مقام او کجا اخلاص میشنسه، او کجا مخلص میشنسه، او کجا بالاتر از مخلص مخلص میشنسه، او کجا میفهمد که با مخلص تأثیری نداره. همه رو میفهمه که 6000 سال در جمع فرشته بود، خیلی چیز میفهمد. یه همچه آدمی عدو مبین ما، شما خیال میکنید او کسی رو رها میداره، حالا یه کسی 30 سال 40 سال درس کنده، درس کنده، کتاب نویسته، اینطور نیست. هر چه ما بخونیم او بلده، بالاخره چون همه راه رفته. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تهتدون. یه همچه آدم مسلحی عدو مبین ما، خوب اگه معنای اخلاص نفهمه، معنای مخلص نفهمه، بالاتر از مخلص مخلص نفهمه، از کجا گفته الا عبادت من هم مخلصی؟ و اینکه ذات اقدس الله تمام این جریانها را دونه دونه بین تشریح کرده، قبل از آفرینش رو گفته، بعد از آفرینش رو گفته، آفرینش بدنش رو گفته، آفرینش روح رو گفته. در این هفت سوره مثلا که این مصرع آمده هیچ کدوم تکرار نیست، در هر سوره یه گوشی از این گوشه ها آمده. مثلا در سوره مبارکه صاد که ظاهرن جامعه تر از سایر سور هست، اون راز و رمزش هم ذکر کرده. مثلا در آیه 75 سوره مبارکه صاد دارد که قال یا ابلیس ما من آتن تصدیل ما خلق تو به یدی، تو که فهمیدی او مخلوق دو دست من است با اینکه او دستی ندارد. حالا یا ملک و ملکوت هست
یا جمال و جلال است یا تشبیه و تنزیه است یا طبیعت و فرا طبیعت است. بالاخره این معنا بود که او فهمید در هر جا یه جهت زیر کرد. یه جا میگه من امر کردم گوش نده، یه جا میگه مخلوق با دو دست مرا تسلیم نکرد، در اینجا اعتراضش نیست که من گفتم تو نکردی، دستور صاف اعتراضش اینه که ما من اکه ان تسجده به ما خلق تو بیده است. یه وقت سخن از امر است، یه وقت سخن از خصوصیت مسجود له هست. و او که آدم کوچیکی نبود، من خیلی سرمایه گذاشتم برای آفرینش او، خب چرا سجده نکردی؟ میبینید در جریان سوره اعراف سخنی است که من که گفتم چرا نکردی؟ ما منعک الله تسجد از امر توک، چرا امر من اطاعت نکردی؟ در سوره صاد سخن در این نیست که چرا من گفتم تو نکردی، چرا آدم را تکریم نکردی؟ این آدم کوچیکی نیست، این با یدی من خلق شده. خب او هم در نهج البلاغه دارد که 6000 سال خدا را عبادت کرده است، لا یدرا، یعنی برای دیگران معلوم نیست، نه لا عدری، نه من نمیدونم، برای دیگران معلوم نیست که آیا 6000 سال دنیا یا 6000 سال آخرت است. اگه 6000 سال آخرت باشد نشأه آخرت است، اینجا دیگه تشریع و امثال ذلک معنا نداره. حالا اگه 6000 سال دنیا باشد حساب تشریعی خاصی دارد که اولین مطلب از مطالب دهگانه بحث امروز. حالا شیطانی که 6000 سال عبادت کرده است و در جمع فرشته ها بود، او همه این درجات را می داند، بهرم می فهمد که مخلصی که مخلصی، به سراغ مخلصین می آید، اما به سراغ مخلصین نمی آید. خیلی انسان با زحمت بکشد که مخلص می شود، در بین مخلصین حالا چی مخلص می شود اون دیگه لطف خداست. مخلص این دیگه استخلصه الله لنفسه، اون از اون به بعد دیگه ذالک فضل الله یکی من می شود، اون هم می فهمد. لذا انسان تا آخرین لحظه در معرض خطر است، بر فرض احراز بکند که همه کارهای او مخلصن لله، اون بعدی را چگونه احراز بکند که مخلص است؟ البته اگر کسی از محدوده مخلصین فراتر رفت وارد قلمرو مخلصین شد، اونگاه میفهمد که شیطان اسیر او. در اونجا هم شیطان کار نتونست بکنه، اینها تو محدوده تشریع است. حالا ان شاء الله در همین سوره مبارکه اعراف خواهیم آمد که اینجا که شیطان وسوسه کرد کجا بود. اینا همه قبل از تشریع بود، و این جریان الا عبادت المخلصین بعد از تشریع است، یعنی بعد از شریعتی آمده ادعی مخلصن بالاترش مخلصن. در این محدوده شریعت من به مخلص دسترسی ندارم، اما در جنتی که آدم سلام الله علیه بود قبل از ثبوت الی الارض بود، اونجا هنوز وحی شریعتی حکمی نیامده، نه حکم تحریمی آمده نه حکم تنزیهی آمده. حکم تشریعی بالاخره یا به تکلیف ختم می شود یا به وضع. تکلیف هم اگر مثلا نهی باشد یا تحریم است یا تنزیه، اگر امر باشد یا ایجابی است یا ترکیبی، همه اینها جز محدودی احکام تکلیفی است که زیر محدودی حکم تشریعی است. تشریع یا بالوضع است یا به تکلیف، تکلیف اگر نهی باشد یا تحریمی است یا تنزیهی. الحمدلله رب العالمین.